به نام خدا بنده سید علی امام هستم مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه با آموزش قراردادهای اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران در خدمت شما عزیزان خواهم بود خب ابتدا بهتر هستش که من یک مقدمه ای رو در مورد بورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران خدمت شما عزیزان ارائه بدم امروزه با توجه به افزایش ظرفیت های موجود در ساختار بازار سرمایه و ایجاد بسترهای لازم در این زمینه بازارهای مختلفی در بورس اوراق بهادار تهران در حال پیدایش و گسترش است. مسلما وجود این بازارها بر اساس نیاز جامعه و جهت عمق بخشیدن به بازار سرمایه امری لازم و ضروری است. همونطور که میدونیم اقبالی که این روزها به سمت بازار سرمایه و بازار بورس شده باعث میشه که ما بازارهای مختلف و متنوعی رو تشکیل بدیم و برای سرمایه گذار این بازارهای مختلف و متنوع جذاب باشه که سرمایه گذار بتونه در این بازارهای موازی سرمایه گذاری بکنه ریسک ناشی از سرمایه گذاری خودش رو تا حد امکان کاهش بده به عبارتی ما میتونیم بگیم که سرمایه گذار با ورود به بازارهای مختلف میتونه یک جورایی مدیریت ریسک رو برای خودش انجام بده. اما در کنار این بازارهای مختلف و متنوعی که در بورس اوراق بهادار تهران وجود داره یکی از جدیدترین نوع این بازارها بازار مشتقه هستش که به تازگی در بورس اوراق بهادار تهران مورد توجه سهامداران قرار گرفت. قبل از که من بپردازم به بحث ابزار مشتقه و بازار مشتقه بهتر هستش که لزوم آموزش رو برای شما بگم این فرادرسی رو که ما برای شما عزیزان ارائه خواهیم داد کلیه قوانین و نحوه معاملات قراردادهای اختیار معامله یا اصطلاحاً معاملات آپشن رو در بورس تهران به طور کامل پوشش خواهد داد با توجه به کوتاه بودن عمر پیدایش این بازار در بورس تهران و آموزش های بسیار محدودی که در فضای مجازی در این زمینه ارائه شده بر آن شدیم که مجموعه آموزشی مفیدی رو در این رابطه ارائه بدیم و البته سعی ما هم در این آموزش بر این هستش که تمام مفاهیم رو از مفاهیم اولیه قرارداد اختیار معامله تا مباحث تکمیلی رو به طور کامل پوشش بدیم و مسلما سعی خواهیم کرد که مثال های عددی متنوعی رو ارائه بدیم همچنین به صورت عملی به سایت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنیم و نحوه معاملات رو بر روی سایت هم مشاهده بکنیم که ببینیم به چه صورت ما میتونیم تابلو معاملات رو رصد کنیم و بر اساس اون خرید و یا فروش خودمون رو انجام بدیم اما سرفصل مطالبی رو که ما در این فرادرس برای شما در نظر گرفته ایم شامل 6 تا درس هستش. درس اول در مورد مفاهیم و کلیات اختیار معامله هستش که ما مزایا و معایب ورود به معاملات اختیار معامله رو برای شما خواهیم گفت. در درس دوم ما میپردازیم به بررسی انواع قرارداد اختیار معامله و خواهیم گفت که با مثال های عددی هر کدوم از این اختیار معامله ها به چه صورتی شما میتونید ازش استفاده بکنید در درس سوم بحث مهم ارزش گذاری اختیار معامله هستش سوالی که ممکن هستش برای خیلی ها به وجود بیان که من بر چه معیار و بر چه اساسی بتونم اون اختیار معامله رو که انجام میدم ارزش گذاری کنم که ما در این قسمت مثلا مدلی مثل مدل بلک شولز رو معرفی خواهیم کرد در درس چهارم راهبردهای معاملاتی در اختیار معامله رو خواهیم گفت یکی از کارهای بسیار جذاب که ما میتونیم ترکیب انجام بدیم بین قراردادهای مختلف اختیار معامله و روشهای ترکیبی رو به کار ببریم تا بتونیم پوشش ریسک بسیار خوبی رو داشته باشیم و مدیریت ریسک بکنیم و در نوسانات قیمت ضرر و زیان سنگینی رو متحمل نشیم درس پنجم برمیگرده به بحث تصفیه قرارداد اختیار معامله همونطور که خواهیم گفت اختیار معامله زمان سررسید داره و ما باعث تصفیه قرارداد رو انجام بدیم خب در تصفیه قرارداد هم نکات بسیار مهمی هستش که سهامداران بایستی به اون توجه بکنن و ما در درس آخر در درس ششم اقدامات شرکتی و تعدیلات قیمتی رو بررسی میکنیم منظور از اقدامات شرکتی و یا تعدیلات قیمتی مباحثی نظیر افزایش سرمایه هستش یا سود تقسیمی شرکت ها همون دی پی اس هست که میتونه بر روی قرارداد اختیار معامله ما تأثیر گذار باشه اما بریم سراغ سایت بورس اوراق بهادار تهران خب همونطور که قبلا اشاره شد گفتیم که در سایت بورس به آدرس TSETMC یا شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بازارهای مختلف و متنوعی وجود دارند از جمله این بازارها اگر شما نگاه کنید در تبهای مختلفی که در اینجا مشاهده میکنید مثلا ما بازار بورس و فرابورس رو داریم و اینجا مشاهده میکنید در تبهای متنازع نوشته شده بورس اوراق بهادار تهران فرابورس و یا مثلا بورس کالا باز در اینجا مشاهده میکنید زبانه یا تبی وجود داره که نوشته شده بورس کالا و همچنین بازار بورس انرژی باز اینجا مشاهده میکنید بورس انرژی ایران و یا در نهایت صندوق سرمایه گذاری که باز اینجا صندوق های سرمایه گذاری رو مشاهده میکنید اما آیا ما به تمام این تب های زبانه ها نیاز داریم؟ جواب این سوال خیر هستش. ما باید ببینیم از چه تب یا زبانی استفاده بکنیم تا وارد معاملات ابزار مشتقه خودمون بشیم. خب در بورس اوراق بهادار تهران اگر که مشاهده کنید یک زیر وجود داره که بعدا البته به صورت عملی کار خواهیم کرد به نام ابزارهای مشتقه و اوراق بدهی یعنی در تب مربوط به بورس اوراق بهادار تهران زیر مجموعه اون میشه ابزار مشتقه و اوراق بدهی که البته ما با وارد شدن به این ابزارهای مشتقه میتونیم بازارهای مختلفی رو مشاهده بکنیم قبل از اینکه من وارد تب مربوط به ابزارهای مشتقه بشه بهتر هستش که یک تعریف ابتدایی و اجمالی رو در مورد بازار مشتقه داشته باشم تا اینکه ما یک دیدگاه کلی نسبت به این بازار برای ما به وجود بیاد خب تعریفی که ما میتونیم داشته باشیم برای بازار مشتقه یا اوراق مشتقه به این صورت هستش که بازار مشتقه یا اوراق مشتقه اوراق مالی هستند که عمدتا مبتنی یا مشتق از یک دارایی پایه میباشند یا به عبارت دیگر ارزش آنها به سهام پایه وابسته است و ارزش ذاتی ندارند خب ببینید منظور از این دارای پایه چی هستش این دارای پایه که مد نظر ما هست هر نوع دارای پایه که مورد معامله قرار میگیره میتونه باشه به طور مثال فرض کنید شما وارد بازار سهام شدید و در اونجا سهام شرکت ها رو معامله میکنید فرض کنید سهم شرکتی مثل فولاد مبارکه اصفهان رو شما دارید داد و ستد میکنید و مورد معامله قرار میدید پس بنابراین دارایی پایه شما یا سهم پایه شما برابر میشه با همون سهم فولاد مبارکه یا مثلا فرض کنید وارد بورس کالا میشید و در بورس کالا شما معاملاتتون رو انجام میدید فرض کنید مثلا در بورس کالا معاملات مربوط به طلا سکه، زعفران، پسته یا هر نوع معاملات دیگه ای رو که مد نظر باشه رو اونجا انجام میدید خب در واقع سهام پای شما برابر میشه با همون سکه ای که شما معامله میکنید یا تلایی که معامله میکنید بعضی وقتا این مبادلات یا معاملات ممکنه ارزی باشن مثلا فرض کنید شما ارز یا دلار یا به طور مثال فرانک سوئیس رو مورد معامله قرار میدید پس در این صورت دارایی پایه شما میشه همون ارز مورد معاملتون که به طور مثال دلار هستش خب پس وقتی که اینها در حال معامله هستن ما میتونیم در کنار این بازارهای پایه یک بازار مشتقه یا اوراق مشتقه ای هم ایجاد کنیم پس بنابراین زمانی ما میتونیم بازار مشتقه ایجاد کنیم که حتما دارای پایه وجود داشته باشه و مورد معامله قرار بگیره البته شاید این سوال برای خیلی از دوستان به وجود بیاد که وقتی من میتونم در دارایی پایه و بازار پایه عمل معاملات خودم رو انجام بدم چه لزومی هستش که برم سراغ بازار مشتقه وقتی من میتونم سهام فولاد مبارکه رو به طور مثال در بازار اصلی سهام مورد معامله قرار بدم چه لزومی داره که برم یک بازار مشتقه برای فولاد درست بکنم و در بازار مشتقه معاملاتم رو انجام بدم خب این سوال بسیار مهمی هستش که بایستی به اون پاسخ داده بشه در واقع تمام مطالبی رو که ما در این فرادرس به شما آموزش خواهیم داد جواب همین سوال هستش که چرا ما بایستی وارد بازار مشتقه بشیم خب در مورد انواع بازار مشتقه بایستی بگم که در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران بازارهایی رو مشاهده میکنیم تحت عنوان بازار آتی یا اصطلاحا بهش گفته میشه بازار فیوچرز و یک نوع بازار دیگر رو که ممکن هستش با اون برخورد کنیم بازار قرارداد اختیار معامله یا اصطلاحا بازار آپشن این فرادرس هم مختص بررسی بازار قرارداد اختیار معامله یا آپشن خواهد بود خب اگر شما وارد بازار آتی بشید یعنی در سایت TSE TMC تب مربوط به بورس اوراق بهادار رو کلیک کنید زیر مجموعه اون ابزارهای مشتقه و اوراق بدهی هستش و مشاهده می کنید که مثلا نوشته شده تقاضای آتی و عرضه آتی تقاضای آتی و عرضه آتی خب منظور از تقاضای آتی و عرضه آتی به این هستش که نمادهایی که تقاضای زیاد دارن یا عرضه زیاد دارن در اینجا مشخص هستش که برای شما قیمت، حجم، ارزش و تعداد رو مشخص کرده و مسلما اگر شما بخواهید اطلاعات بیشتری رو در این زمینه داشته باشید با دبل کلیک بر روی هر نماد وارد تابلوی اون نماد خواهید شد در ادامه همین صفحه یعنی در تب مربوط به بورس اوراق بهادار تهران و زیر مجموعه اون ابزارهای مشتق و اوراق بدهی مشاهده خواهید کرد که صفحه وجود داره تحت عنوان معاملات اختیار معامله باز در اینجا هم نماد رو مشاهده می کنید تقاضای اختیار معامله و عرضه اختیار معامله برترین تقاضاها برترین عرضه ها مشخص شدن و نمادهای مورد نظر که البته با دبل کلیک بر روی هر نماد میتونید وارد تابلوی اون نماد بشید به طور مثال اینجا برای شما نوشته شده اختیار خ خودرو با نماد زخود هفتاد پنجاب و پنج پس این یکی از نمادهایی هستش که در معاملات آپشن مورد معامله قرار میگیره دبل کلیک اگه بکنیم وارد تابلوی معاملات مربوط به اون خواهیم شد خب اما بهتر هستش که در اینجا یک مراجعه ای داشته باشیم به سایت TSE TMC و مطالبی رو که برای شما دوستان گفتم رو به صورت عملی مشاهده کنید. خب سایت TSE TMC که وارد میشیم این صفحه رو که در اینجا مشاهده میکنید صفحه اصلی مربوط به سایت TSE TMC هستش که تبهای مختلف رو قبلا برای شما معرفی کردیم مثلا تب مربوط به بورس اوراق بهادار تهران هست تب مربوط به فرابورس و نمادهای مربوط به اون بورس انرژی رو مشاهده میکنید تمام محصولاتی که در این بورس مورد معامله قرار می گیرن. اینجا برای شما مشخصاتشون رو نوشته و همچنین صندوق‌های گذاری رو مشاهده می‌کنیم که باز تمام مشخصات مربوط به صندوق‌ها و معاملات اونها رو اینجا می‌تونیم پیگیری کنیم و در نهایت بورس کالا هستش. مسلما اون تب یا زبانه ای رو که ما مد نظر اون هست تب مربوط به بورس اوراق بهادار تهران هست که زیر مجموعه های مختلفی رو داره. اون زیر مجموعه یا تبی رو که مد نظر ما هست تب ابزارهای مشتقه و اوراق بدهی هست خب پس من بر روی این کلیک میکنم وقتی که بر روی این کلیک میکنم وارد یک صفحه جدید میشم در این صفحه اگه نگاه بکنید قسمت های مختلفی رو مشاهده میکنید معاملات آتی هست تقاضای آتی ارزی آتی پیامهای بازار مشتقه و غیره خب شما اگر بر روی پیامهای بازار مشتقه کلیک بکنید پیام های مربوط به معاملات مشتقه رو برای شما میاره حالا این معاملات مربوط به معاملات اختیار معامله میتونه باشه یا معاملات آتی هستش که اینجا مشاهده میکنیم مثلا گفته شده ارزی اوراق اختیار فروش طبعی گروه دارویی یا مثلا در مورد معاملات آتی هستش که ممکنه یک سری اطلاعات رو مثلا اینجا نوشته شده که اطلاعیه در خصوص تصویه نهایی آتی سبد سهام با مشخصاتی که مشاهده میکنید پس بنابراین کلی اطلاعات مربوط به بازار مشتقه رو شما میتونید در اینجا مشاهده بکنید اگر پایین تر بیایم معاملات آتی تقاضای آتی و عرضه آتی هستش حالا در روز مورد نظر که امروز باشه معاملات چندانی انجام نپذیرفته ها معاملات آتی یک مقداری عمقشون کم هست معاملاتشون بسیار کم انجام میپذیره اما برخلاف اون معاملات اختیار معامله هستش گفتیم که پس از معاملات آتی پایین تر صفحه که قرار بگیریم معاملات اختیار معامله اختیار معامله یعنی هم معاملات آپشن خب معاملات اختیار معامله رو اینجا مشاهده می کنیم تقاضای اختیار معامله در سمت راست هست عرضه اختیار معامله که اگر بر روی مثلا تقاضای اختیار معامله من کلیک کنم برترین تقاضاها و برترین عرضه ها رو برای من نمادهای مختلفش رو به ترتیب قرار خواهد داد همچنین در این قسمت که نوشته شده معاملات اختیار معامله هر نمادی مثل مثلا زخود هفتاد پنجا و هفت رو اگه شما نگاه کنید و بر روش کلیک بکنید وارد صفحه جدیدی خواهیم شد مثلا اگر من بر روی نماد کلیک کنم وارد صفحه مربوط به اختیار خرید خود رو با نماد زخود هفتاد پنجا و هفت خواهم شد که کاملا مشخصاتش رو نوشته اگه دقت بکنید تقریبا تابلویی رو که اینجا مشاهده میکنید مشابه هستش با تابلو سهام عادی یعنی شما سهام ایران خودرو رو هم که بیارید یک همچی صفحه‌ای با تمام این مشخصات آخرین معامله قیمت پایانی تعداد معاملات ارزش معاملات و غیره رو و همچنین حالا تعداد سهام خرید افراد حقیقی و یا حقوقی تمام اینها رو اونجا هم مشاهده میکنید به همین ترتیب یه مقدار پایین هم که در این صفحه بیاین نوشته شده معاملات اختیار فروش طبعی بحثی که این روزها داغ هستش معاملات اختیار فروش طبعی هستش که خیلی ازش صحبت میشه و اکثر نمادها دارن به این سمت پیش میرن که یک جورایی از سهام خودشون حمایت کنن این معاملات اختیار فروش طبعی رو صادر کردن و منتشر کردن خب شاید باز براتون سوال پیش بیاد که این نوع معاملات چه نوع معاملاتی هستش باید خدمتتون ارز کنم تقریبا میتونم بگم 80 درصد این معاملات اختیار فروش طبعی روندشون و محاسباتشون و نکات مربوط به اونها مثل معاملات آپشن هستش یعنی اگر شما معاملات آپشن رو به طور کامل یاد بگیرید مثل این هستش که معاملات اختیار فروش طبعی رو هم یاد گرفتید باز در اینجا مشاهده میکنید مثلا نوشته شده اختیار ف حالا مبنا با حالا نمادی که اینجا برای شما مشخص کرده نمادهای مختلف به شرکت مختلف قدیر قدیر ملت و نمادهای مختلف باز روی اینها رو هم اگر من کلیک بکنم وارد یک صفحه میشم مشابه همون صفحه قبلی که داشتیم برای نمادهای آپشن و برای شما کاملا مشخصات تعداد معاملات حج و ارزش معاملات و تعداد خرید افراد حقیقی و حقوقی مشخص شده پس بنابراین ما در این فرادرس به شما معاملات آپشن رو خواهیم گفت که در نهایت شما هم میتونید معاملات اختیار معامله رو درک بکنید و هم معاملات اختیار فروش طبعی رو اما بریم سراغ بحث مهم فعالسازی کد بورسی اختیار معامله خیلی وقتها سوالاتی که برای سهامداران ایجاد میشه این هستش که آیا من با کد بورسی مورد نظر میتونم و این قابلیت رو دارم که آیا معاملات آپشن رو انجام بدم معاملات اختیار معامله رو انجام بدم خب بله شما می توانید این کار رو انجام بدید ولی سوال بعدی و این سوال سوال مهمی هستش که آیا من با هر کارگزاری میتونم معاملات آپشن رو انجام بدم و مسلما جواب این سوال خیر هستش باید توجه داشته باشید که انتخاب کارگزاری مناسب بسیار مهم هستش یعنی شما وقتی میخواید معاملات آپشن رو انجام بدید بایستی حالا یا با مراجعه به سایت مربوط به اون کارگزار یا به صورت حضوری مراجعه به اون کارگزار برای شما مشخص بشه که آیا اون کارگزار مورد نظر معاملات آپشن رو پوشش میده یا نه خیلی از کارگزاری ها قبول نمی کنن و معاملات آپشن یا معاملات مشتقه رو قبول نمی کنن که سهامدار معاملاتشون رو از طریق پلتفرم اونها انجام بده پس وهله اول قدم اول این استش که کارگزار مناسب انتخاب بشه پس از اینکه کارگزاری مناسب انتخاب شد شما بایستی وارد مرحله دوم بشید یعنی بایستی به کارگزاری مورد نظر مراجعه کنید یک فرمی وجود داره مختص اختیار معامله هستش و پذیرش ریسک چون که این معاملات معاملات پر ریسکی هستن شما بایستی حتما اون قرارداد رو امضا بکنید و بپذیرید ریسک معاملات رو خب پس از این که اون قرارداد رو امضا کردین و ریسک معاملات رو پذیرفتین اون کارگزارین اجازه رو به شما میده که معاملات رو در اختیار معامله یا آپشن انجام بدید اما یک مرحله آخر هم وجود داره و اون این استش که شما بایستی در سامانه معاملاتی برخط خودتون وارد بشید قسمت توافق نامه ها را اصطلاحاً تیک بزنید و پذیرش بکنید معاملات آپشن رو من یک نمونه رو اینجا برای شما قرار دادم همونجور که مشاهده میکنید اینجا نوشته شده توافق نامه ها خب توافق نامه های مختلفی هست مثلا نوشته شده بیانی پذیرش ریسک معاملات در بازار پایه قبول کرده یعنی شما پذیرفتید که وارد بازار پایه بشید و معاملاتش رو انجام بدید خب یه قسمتی وجود داره که نوشته شده بیانیه ریسک معاملات قراردادهای اختیار معامله یا آپشن پس بنابراین وقتی وارد سامانه معاملاتی برخطتون میشید قسمت توافق نامه ها رو میارید این قسمت رو تیک میزنید یا قبول میکنید باید بزنه وضعیت قبول کرده وقتی که وضعیت رو میزنه قبول کرده یعنی شما با این متن که اینجا نوشته شده موافقید پذیرفتید که ریسک معاملات آپشن بالا هستش و پذیرفتین که اگر در این معاملات ضرر کنید این ضرر مربوط و مختص خودتون هستش و شما این رو قبول کردید پس این سه مرحله رو شما بایستی طی بکنید تا در نهایت بتونید با توجه به کد بورسی مورد نظر در کارگزاری معین عمل معاملات آپشن رو انجام بدید خب اما این همه ما صحبت کردیم از اختیار معامله و آپشن خب منظور از اختیار معامله و آپشن چی هستش من اول تعریفش رو برای شما میخونم و یک توضیحات تکمیلی رو ارائه خواهم داد قراردادی بین دو طرف که بر روی حجم مشخصی از دارای پایه بسته می شود و خریدار قرارداد حق خرید یا فروش دارای پایه را در یک قیمت معین و در زمان معین به دست می آبرد. این قرارداد مسلما یک قرارداد دو طرفه بین خریدار و فروشنده است که بر اساس آن خریدار حق اینجا رو توجه بکنید خریدار حق تو پرانتز نه الزام و تعهد دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را در قیمت و زمان مشخص بخرد یا بفروشد نکته مهمه اختیار معامله و آپشن در همین هستش مسلما شما وقتی میخوان یک معامله رو انجام بدی دو نفر وجود دارن دیگه یک خریداری وجود داره و یک فروشنده‌ای وجود داره که یک معامله رو با هم انجام میدید یک قراردادی رو بین خودتون منعقد میکنید خب اینجا نکته این هستش که تو معاملات آپشن خریدار همه کاره هست به عبارتی خریدار در زمان سر رسید میتونه اون معامله رو فسخ بکنه معامله رو باطل بکنه و بگه من نمیخوام این معامله انجام بپذیره و یا نه میتونه بگه نه این معامله باعث حتما انجام بپذیره پس طرف خریدار همه کاره هست و فروشنده قرارداد ملزم هستش متعهد هستش که هر چیزی که خریدار گفت بگه به قول معروف چشمه یعنی اگر خریدار خاص قرارداد رو فسخ بکنه فروشنده هم بایسته بگه باشه قرارداد باطل هستش و اگر خریدار گفت که نه قرارداد بایستی حتما انجام بشه فروشنده هم بایست اون قرارداد رو انجام بده این نکته مهمی هستش که در معاملات آپشن ما بایستی به اون توجه بکنیم یک نموداری رو هم من اینجا برای شما قرار دادم که نمودار بسیار مهمی هستش و باعثی توجه بکنید دوستان عزیزی که میخوان وارد معامله آپشن بشن بدونن که کجا قرار گرفتن و میخوان چه معامله رو انجام بدن یک نموداری هستش نمودار اصطلاحا گفته میشه ریسک محور افقی ریسک و محور عمودی ما بازدهی هستش نگاه کنید در این نمودار هرچی که شما ریسک رو افزایش میدید به همون نسبت هم بازدهی شما افزایش پیدا میکنه مسلما کم ریسک ترین کار این هستش که شما وجه نقد داشته باشید یه پولی توی جیبتون باشه خب نه ریسکی داره نه چیزی پول برای خودتون هستش و هیچ نوع بازدهی هم ندارید حالا شما میان یک قدم جلوتر میرید ریسک خودتون رو افزایش میدید میگید من این پول نقدی رو که الان در منزلم هست تو جیبم هست میام میذارم در سپرده بانکی با یک سود سالانه مشخص مثلا سود سالانه 15 درصد 18 درصد یه مقدار ریسک خودم رو افزایش میدم ولی خب بازده من خیلی نیست دیگه بازده من 18 درصد مثلا سالیانه هستش بازده چندان بالایی نیستش ولی در عوض مطمئن هستم با احتمال خیلی زیاد بالای 90 درصد که بانک پول من رو خواهد داد همراه با سود مربوط به اون پول و یا حتی میتونید ریسکتون رو افزایش بدید اوراق مشارکت بخرید اسناد خزانه بخرید با بازدهی های یک کمی بالاتر از بازدهی بانک مثلا ممکن هستش اوراق مشارکتی خریداری کنید که سود سالیانه مثلا 20 درصد رو به شما میده اما با توجه به شرایط فعلی جامعه ما و تورمی که ما در جامعه داریم اگر دقت بکنید شاید تورمی حدود مثلا 30 تا 40 درصد رو ما متصور باشیم در هر سال برای اجناس و کالاهای مختلف شاید قرار دادن پول در اوراق مشارکت و سپرده بانکی چندان سودآور نباشه یعنی شما سپرده بانکی سودی معادل 15 درصد به شما میده ولی شما در جامعه ای قرار گرفتید که تورم اون مثلا 20 درصد 30 درصد هستش بنابراین بایستی برای کسب بازدهی بیشتر یک مقداری هم ریسکمون رو افزایش بدیم خب میتونیم بریم سراغ سهام مسلما وقتی ما وارد بازار سهام یا بازار بورس میشیم ریسک ما هم زیادتر میشه یعنی ممکنه ضرر و زیان ما هم بیشتر بشه ولی اگر که مطالعه داشته باشیم و به صورت علمی وارد این بازار بشیم میتونیم به همون نسبت بازدهی خودمون رو هم افزایش بدیم یعنی من به جای اینکه برم سمت سپرده بانکی با سود سالانه مثلا 18 درصد میرم سمت یک سهمی که بتونه به طور مثال در سال بازدهی مثلا 50 درصد رو به من بده یعنی من از تورم بتونم سبقت و پیشی بگیرم و سود مثبتی رو برای خودم داشته باشم خب اما آیا ما میتونیم باز پامون رو فراتر بذاریم ریسک خودمون ببریم بالاتر و بازدهی بیشتری داشته باشیم مسلما جواب این سوال مثبت هستش من میتونم وارد بازارهای موازی دیگه بشم بازارها گفتیم تنوع زیادی در بورس ما دارن میتونم وارد بازار چی بشم اختیار معامله یا آپشن بشم ریسک بسیار بالایی رو داره و از اون طرف میتونه بازدهی بسیار بالاتر از بازدهی سهام رو برای من داشته باشه و البته ریسک بالاتر هم مربوط میشه به بازار مربوط به قراردادهای آتی پس بنابراین قراردادهای آتی و اختیار معامله که در بازارهای مشتق هستن با توجه به اینکه ریسک اونها بسیار بالا هست حتما حتما نیاز هست و من ملزم میدونم که حتما سهامداران آموزش های لازم رو در این بازار ببینن و فرقهای عمده میتونه داشته باشه نسبت به بازار سهام و نسبت به بازار سهام میتونه ضررهای بسیار زیادتری رو هم برای سهامدار به بار بیاره در اینجا جدولی رو مشاهده میکنید که مقایسه خرید سهم عادی و اختیار معامله سهم رو برای شما مشخص کرده من میخوام ببینم که اگر سهام یک شرکت رو بخرم با زمانی که قرارداد اختیار معامله اون شرکت یا آپشن اون شرکت رو میخرم چه تفاوتی برای من سهامدار وجود داره خب وقتی که شما سهامدار یک شرکت می‌خواید بشید میرید سهام اون شرکت رو میخرید فرض کنید یک سهم مثل فولاد مبارکه رو شما خریداری میکنید به مقدار مبلغ مشخص 10 میلیون تومن خب نکته که وجود داره این هستش که شما اولا بایستی که کل ارزش سهم رو یکجا پرداخت کنید اگر فولاد مبارکه به طور مثال هزار تومن هر سهمش هست روی تابلو معاملاتی و شما میخواین هزار سهم از اون رو بخرید باید مبلغ یک میلیون تومن رو پرداخت کنید پس از اینکه شما مبلغ رو پرداخت میکنید و سهامدار شرکتی مثل فولاد مبارکه میشین شما شریک شرکت حساب میشید شریک شرکت حساب میشید یعنی شما حق شرکت در مجمع اون شرکت رو دارید می دونید که شرکت ها در پایان سال مالی یک مجمع عمومی عادی سالیانه دارن و در اون سود نقدی یا DPS رو تقسیم میکنن بنابراین شما در سود نقدی شرکت شریک هستید به عبارتی اگر دی پی سهمی مثل فولاد برابر با چهل تومن باشه شما به ازای هر سهمتون چهل تومن دریافت می کنید. مشارکت شما در سهمی مثل فولاد بدون سر رسید هستش یعنی چی یعنی شما تا سالیان سال, سال میتونید سهامدار شرکت فولاد باشید ده سال 20 سال و تا آخر عمرتون تا زمانی که اون شرکت پابرجاست و کسی حق نداره شما رو از اون شرکت و سهامداری شرکت خارج بکنه تا زمانی که شما سهام خودتون رو بفروشید خب و اما سود و زیان در زمان فروش سهم برای شما وجود داره یعنی شما در زمان فروش سهم ممکن هستش سود بکنید و یا اینکه دارای زیان بشید اما در طرف مقابل آپشن اون شرکت رو ببینیم به چه صورت هست شما به جایی که مثلا سهام شرکت فولاد رو بخرید میرید آپشن فولاد رو میخرید یا اختیار معامله فولاد رو خریداری میکنید نکته مهمی که وجود داره این هستش که شما نیاز نیست در ابتدا کل پولتون رو بذارید برای پرداخت کل مبلغ رو داشته باشید برای اون شرکت یعنی شما از اون 10 میلیون تومن میتونید یک میلیون تومن رو پرداخت بکنید فعلا در ابتدای کار که البته ما بیشتر به تفصیل در این مورد صحبت خواهیم کرد شما شریک شرکت حساب نمیشید یعنی در واقع شما بهتون سود تقسیمی تعلق نمیگیره پس بنابراین اگر دی تقسیم شد و شما آپشن یک شرکت رو داشته باشید اون دی به شما تعلق نخواهد گرفت و اما نکته بعدی و مهم تصویه در زمان سررسید هست ما گفتیم که شما وقتی که سهامدار یک شرکت میشید مشارکتتون بدون سررسید هست ولی زمانی که معاملات آپشن اون شرکت رو خریداری میکنید تصویه شما چی هستش در زمان سررسید یک سررسید مشخص میشه که بعدا توضیح خواهیم داد مثلا سررسید شش ماهه یعنی شما تا شش ماه میتونید اون معامله آپشن رو داشته باشید و پس از 6 ماه معامله باطل خواهد شد و تصفیح حساب رو شما بایستی انجام بدید پس بنابراین مشارکت شما دائمی نخواهد بود بریم سراغ بحث آخرمون در مورد مزایای قرارداد اختیار معامله و البته ریسک های اختیار معامله ما در این قسمت هم مزایا رو خواهیم گفت هم ریسک ها رو خواهیم گفت که سهامداران عزیز توجه داشته باشند که در کنار سودهای خوب ممکن هستش که ضرر و زیان های سنگینی رو هم به همراه داشته باشه اولین مزیتی رو که ما میتونیم برای قرارداد اختیار معامله در نظر بگیریم وضعیت یا مزیت اهرم مالی هستش در وضعیت اهرم مالی یا حالت اهرم مالی این فرصت برای خریداران ایجاد میشه که یک وضعیت را با نقدینگی کمتر مدیریت کنند این ویژگی خاصیت اهرمی بودن قرارداد اختیار معامله و کسب سود بیشتر را نشان میدهد خب این منظور چی هستش منظور این هستش که شما به جای اینکه صد درصد ارزش معامله رو پرداخت کنید، فقط درصد ناچیزی از اون رو پرداخت کنید. البته این مسئله ممکن هستش فعلا برای شما مبهم باشه، ولی بعدا در فصلهای بعد که صحبت خواهیم کرد کاملا این قضیه برای شما روشن خواهد شد. مزیت دیگه ای که ما میتونیم برای قرارداد اختیار معامله در نظر بگیریم کاهش ریسک هستش. به عبارتی با خرید قرارداد اختیار معامله یک دارایی پایه به جای خود دارایی پایه ریسک بالقوه سرمایه گذاری کاهش مییابد و زیان معامله محدود به هزینه است که برای خرید اختیار معامله پرداخت می شود شما در این کار وقتی که یک معامله آپشن رو انجام میدید خواهیم گفت که میتونید به یک طریقی زیان خودتون رو محدود بکنید و از ضرر و زیان نامحدود فاصله بگیرید در واقع از قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری جهت پوشش ریسک استفاده میگردد یا مدیریت ریسک رو برای ما به همراه خواهد داشت نکته بسیار مهم این هستش که شما میتونید در بازار سعودی و نزولی به کسب سود فکر کنید با توجه به ماهیت عمل کردی متفاوت قرارداد اختیار معامله نسبت به بازار سهام متعارف در صورت پیش بینی درست نسبت به روند آتی بازار می توان از سود یا نزول بازار سود برد همونطور که میدونید بازار فعلی سهام ما اصطلاحا یک بازار یک طرفه هست این به چه معنا هستش این به معنای این هستش که اگر بازار ما بازار سعودی باشه ما میتونیم سود بکنیم مثلا یک سهمی رو در قیمت 100 تومن من خریداری کنم بعد قیمت سم که به مقدار مثلا 150 تومن رسید اون رو بفروشم و 50 تومن سود کنم ولی آیا عکس این رو من میتونم انجام بدم در بازار سهام عادی خیر یعنی اگر شما سهمی رو خریدید 100 تومن و بعد این سم نزول کرد و به قیمت 80 تومن رسید شما به هیچ وجه نمیتونید سود بکنید بلکه 20 تومن هم ضرر کردید با فروش سهم اما در بازار آپشن نکته که وجود داره شما اگر تعریف درست و انتخاب درستی داشته باشید نسبت به بازار میتونید حتی در یک بازار نزولی هم کسب سود بکنید و شاید این برای شما جای بسی تعجب باشه که چجوری میتونید در یک بازار نزولی من کسب سود بکنم و این یکی از نکات بسیار مهم و کاربردی هستش در معاملات آپشن که در ادامه به اون خواهیم پرداخت مسئله بعدی خروج از معامله در زمان دلخواه هستش در صورتی که سرمایه گذار به هر دلیلی تصمیم بگیرد که از بازار خارج شود می تواند با بستن موقعیت خود قبل از سر رسید این کار را انجام دهد اصطلاحا گفته میشه که سرمایه گذار موقعیت معکوس رو در بازار اتخاذ میکنه موقعیت با موقعیت معکوس رو ات اتخاذ میکنه یعنی چی یعنی سهامدار در صورت داشتن موقعیت باز خرید میتونه موقعیت فروش رو برای خودش بگیره خالص موقعیت خودش رو صفر کنه یا عکس این عمل رو انجام بده زمانی که موقعیت باز فروش رو داره موقعیت خرید رو اتخاذ بکنه و باز خالص موقعیت باز خودش رو صفر بکنه بنابراین شما قبل از سر رسید رو هم میتونید از بازار خارج بشید نکته بعد یا مزیت بعدی متنوع سازی سبد سهام هسته شاید این مسئله رو شنیده باشید که بین اهالی بورس بسیار متداول هستش که میگن تمام تخم مرغ‌ها در یک سبد نچین وجود اختیار معامله در سبد سرمایه گذاری به عنوان یک دارایی مشتقه امکان متنوع سبد را به سرمایه دار میدهد یعنی شما علاوه بر این که میتونید بر روی سهام اصلی سرمایه گذاری بکنید بر روی مشتقه اون را هم میتونید سرمایه گذاری بکنید و دو تا بازار رو داشته باشید بازار سهام عادی و بازار مشتق و بنابراین با یک استراتژی و تحلیل درست سودهای به مراتب بیشتر از سهام عادی رو به دست بیارید از مزایای دیگه کاهش کارمزد و معافیت مالیاتی هستش که بعدا توی بحث کارمزدها خواهیم گفت که شما در معاملات آپشن کارمزد بسیار کمتری رو نسبت به سهام عادی پرداخت میکنید مزیت بعدی استفاده از مزیت زمانی هستش قراردادهای اختیار معامله به سرمایه گذار این امکان را می دهد که با پرداخت قسمتی از سهم جریان نقدی خرید و فروش سهم را ثابت کند و در زمان باقی مانده تا سر رسید تصمیم مناسب را اتخاذ نماید. یعنی شما یک درصد از اون مبلغ رو پرداخت کردید بازار رو رسد می کنید و انتخاب می کنید که آیا در ادامه بازار این معامله رو ادامه بدید یا نه موقعیت خودتون رو ببندید و از بازار خارج بشید و نکته آخر نوسانگیری با بازدهی بالا هستش با توجه به اینکه در این بازار محدودیت دامنه نوسان وجود ندارد بنابراین ما میتونیم با یک استراتژی مناسب بازدهی های بسیار بالایی رو در مدت زمان بسیار کم بهش برسیم که البته با توجه به این مسئله داشته باشیم که اگر استراتژی ما نامناسب باشه میتونه باعث ضرر سنگینی هم برای ما بشه خب این دامنه نوسان رو ما میدونیم که در سهام عادی مثلا در بازارهای بورس و فرابورس 5 درصد هستش ولی در معاملات آپشن همون بازارها این دامنه نوسان وجود نداره در کنار مزایای اختیار معامله ریسک هایی هم برای اون وجود داره که ما باید حتما به اون اشاره بکنیم که سهامداران عزیز که میخوان وارد معاملات آپشن بشن توجه داشته باشن مسئله ریسک بازار هستش که بایستی ببینید که این بازاری که شما وارد شدید چه مقدار ریسکی رو میتونه برای شما داشته باشه ریسک اتمام قرارداد در حالت زیان هستش این یک نکته بسیار مهم هستش شما در سهام عادی گفتیم برای مدت زمان زیادی دائم حتی میتونه سهامدار یک شرکت باشید اگر من سهام یک شرکت رو خریدم 100 تومن و قیمت سهم کاهش پیدا کرد و رسید به مبلغ مثلا 50 تومن من نیازی نیست که اون رو بفروشم میتونم صبر بکنم قیمت سهم برگرده از 50 تومن بشه 100 تومن 120 تومن 150 تومن و وقتی که وارد سود شدم سهم مورد نظر رو بفروشم ولی در قراردادهای اختیار معامله این مسئله وجود نداره یعنی ممکن هستش قرارداد شما شش ماهه باشه بعد از شش ماه قرارداد به طور اتوماتیک تمام خواهد شد و بنابراین شما نمیتونید بگید من حالا این قرارداد رو مثلا ادامه میدم تا یک سال آینده ممکنه در زمان اتمام قرارداد شما در زیان باشید و کاری نتونید انجام بدید مسئله بعدی ریسک اهرم هستش که خب همونطور که گفتیم اهرم همونطور که میتونه برای شما سودآوری خیلی خوبی داشته باشه اگر دقت نکنید و اشتباه بکنید میتونه به همون نسبت برای شما چون دامنه نوسان هم وجود نداره یک دفعه ممکنه در طول یک روز 100 درصد 200 درصد بعضا اعداد بسیار عجیب و غریب شما وارد زیان بشید و در نهایت ریسکی که فعلا متوجه بازار ایران هستش ریسک نقد هستش یعنی معاملات در این بازار نسبت به معاملات سهام عادی بسیار کمتر هست ارزش معاملات بسیار پایین تر هستش و این مسئله باعث میشه که شما یه وقتایی هر مثلا معاملات آپشن رو خریداری کردید و میخوای موقعیتتون رو ببندید ولی امکانش وجود نداره یعنی معامله انجام نمیپذیره طرف خریدار یا فروشنده کسی وجود نداره به خاطر این هستش که نقد شوندگی بسیار پایین هستش ولی با توجه به اینکه این روزها بحث معاملاتی تحت عنوان اختیار فروش طبعی مطرح شده خیلی ها توجهشون به سمت بازارهای آپشن جلب شده و من مطمئن هستم که در طی یکی دو سال آینده نقد شوندگی این بازار هم به مراتب زیادتر خواهد شد و شما میتونید در هر دو نوع بازار سعودی و نزولی کسب سود کنید و در نهایت یک تفاوتی من اشاره بکنم بین قرارداد آتی و اختیار معامله در قرارداد آتی طرفین ملزم به اجرای قرارداد هستند اما در اختیار معامله یک طرف متعهد و یک طرف دارای اختیار جهت اجرای قرارداد می باشد و از طرف هایی که وارد معامله قرارداد آتی می هر دو طرف می تونن قرارداد رو اجرا کنند ولی در آپشن یک طرفه هستش بنابراین در قراردادهای آتی زیان بالقوه از سود احتمالی آن بیشتر است اگر یادتون باشه گفتیم که قراردادهای آتی نسبت به معاملات آپشن ریسک بالاتری رو هم با خودشون دارن در حالی که در اختیار معامله میزان زیان و ریسک ناشی از آن را میتوان کنترل کرد به عبارت ما قبلا برای شما صحبت کردیم که ریسک وجود داره در معاملات اختیار معامله ولی ما اگر استراتژی مناسب رو داشته باشیم حتی میتونیم سودمون رو نامحدود کنیم ولی زیانمون رو محدود کنیم که این رو انشالله در درسهای آینده به طور کامل و مفصل با اعداد و ارقام برای شما دوستان عزیز خواهیم گفت